یعنی اونا میدونستن که اینو یه همچین پیشنهادی میشه مطمئنا؟ نه خیلی خوب باید هم بدونن. خب اگه بدونن خب این تنها به نفع این تنها فقط به نفع به ضرر آمریکا و به نفع انگلستان و در درجه دوم روسیه بود همچین قرار دادی. چرا چرا اونا آمریکا رو انداختن بیرون ولی انگلیسا با کمک آخوندا که سالا در ایران بودن احتیاج داشت هنوز هم انگلستان در ایران نیامده فقط از همونجا دستور میده. روسا هم که عوامل خودشون به سه اسم توده و اینا داشتن فقط آمریکا نداشت. یه همچین قراردادی به ضرر آمریکا بود فقط و فقط چون اینا که آدمای خودشون رو گذاشتن اون پسر پدرش رو برداشتن پسرش رو گذاشتن پسرش بی عرضه‌تر از باباه 37 سال هم به دردش خورد اگه نمیمرد بازم بود. این دقیقا به ضرر شما چرا توجه به اصل قضیه نمیفرمایید؟ بفهمید اصل قضیه ایران از قشون خارجی تخلیه میشده عزیزم تخلیه نشد این ظاهریه آوانسی بوده که گرفتن میگم ببین عزیزم در ایران از نظر همون جوری که شما داره میگی اینا میگفتن آقا تخلیه نشد اینا کدوم کشور رو بعد از این آلمان ژاپن همه رو تخلیه کردن دارن الان باشون قرارداد دارن کسی که نمیره تو اون کشور در قرن بیستم مثلا بمونه به هر حال اینا میرفتن بیرون روسا موندن بعدش رفتن بیرون تخلیه نکردن موندم برای به نظر من اونا درگیرشون با انگلیسا بوده چون اونا میدونستن انگلیسا آخونده رو دارن که به شما عرض بخوام اتحادا این صحبت انگلیسا کلک زدن بهشون تاریخی میشه و اون خود طولانی میشه روسا موندن که فرقه دموکرات آذربایجان به همین دلیل به وجود اومد و برانداختم شد به وسیله انگلیسا و آمریکایی‌ها زیر پرچم اشغال شوروی در شمال اینجا ایجاد شد فرقه دموکرات آذربایجان. خب به علت اینی که انگلیس ها زرنگی کردن دیگه. اینجا استفاده کننده اصلی خدمتتون هستم اولش انگلیس بود برای اینکه با یه همچین قرار دادی که کسی در خاک ایران نمونه انگلیس باقی موند چه بی؟ ولی ندونستی بهش بگی آقا شما تو خاک ایرانی میگفت نه من نیستم میگفت یه هستی میگفت این آخوند انگلیسی نیستش که این فلانه اینطوری اینا موندن اینا انگشتای اون چاقو رو نگه داشتن تو بدن ایران ولی اینا یه واقعیت هایی ما نمیتونیم اینا رو بذاریم به حساب مسئله الانی که مثلا من البته عرض کردم من آدم سیاسی آنچنان نیستم اما به عنوان یه آدم عادی این چیزها رو آدم متوجه میشه که انگلیس ها به هر دو تا اینا کلک زدن حالا شاید هم با آمریکایی‌ها که میدونستن برادرشون داشتن روسا رو هم انداختن بیرون تمام این سالا روسا زیر سایه انگلیسا عمل کردن توی بازار ایران و ایران هیچ وقت ندونستن مستقیم بیان هر وقت خواستن مستقیم بیان شاه کومنسا رو به عنوان فدائیان و فلان و فلان باباشون در آورد. ببینید من این آخرین کلام خدمتتون رو عرض بکنم که امریکا یک کشوری بود که از نظر کشورهای مثل ایران شناخته شده نبود. اینا بعد از جنگ جهانی دوم نفوذ امریکا در دنیا شروع میشه به دلیل اینکه هیچ یک از اصلا در سرزمینش یه دونه بمب انداخته نشد و این تر و تازه از میون جنگ اومد بیرون. برنامه مارشال رو اومدن در اروپا اجرا کردن. اروپا ویران شده بود محتاج بودن اینا آمدن. حالا اگر یه وقتی فرصت شد البته حتما این کار هایی زنده بودم این کار خواهم کرد. بابا انقدر انگی زنده بودم شما ماشاءالله الان 100 سال دیگه در خدمتیم. تز ملی شدن صنعت نفت در واقع این سنگی بود که امریکایی ها جلو انگلیس ها انداختن که انا شریک که ما باید شریک بشیم. اصلا دعوا از اونجا شروع شد سر نفت عربستان سعودی امریکایی اومدن گرفتن. یعنی یواش یواش بعد از جنگ یعنی شما اگر واقعا بخواید برنده واقعی جنگ جهانی دوم رو از بنده بپرسید که بوده امریکا بوده اصلیش هم امریکا بود. اگه امریکا وارد جنگ نمیشد که این جنگ به نفع انگلستان اینا تموم نمیشد که. حالا کار ندارم حالا کار من میگم برنده اون معلومه. خب کار اصلیم اون کرد ولی الان خب. بعد از گذشت 60 سال الان آمریکا بزرگترین بدهکار دنیاست. انگلیس ها و اونای اروپایی ها دارن مفت میبرن هیچ کاری هم نمیکنن در مقابل تمام وجود آمریکا. حالا میخواید من یه چیزی به شما بگم ولی
بگو چه بکنم، دل به دریا میذارم. 90% عقب موندن امریکا و باختش روی دفاع بدون قید و شرط از اسرائیل. اگر از بنده میپرسید، آره اینم هست، من اینو تاییدتون میکنم. اگر از بنده میپرسید روی دفاع بی قید و شرط این تأثیر داره، ولی 90%ش نه، ولی منطقی، غیر منطقی، واقعا غیر منطقی از اسرائیل که خودش درگیر مسائلی کرده که زیان میزنه به منافع ملی امریکا. یعنی شما یقین داشته باشید آقای داور، شما در امریکا هستید و بهتر از من بدونید این دفاع مجدانه غیر منطقی غیر اصولی از یک دولت، اونم در خاورمیانه، به این شدت و با این عدت بزرگترین زیان ها رو به منافع ملی امریکا وارد کرده. خب نه، اینم امریکا واقعا یه همچین تصمیم عجیبه. به نظر من یهودیانی که در امریکا در مقامات هستن خیلی تأثیر دارن تو این مسئله. خب بله، خب بعد همونها این کارا رو کردن. بله دیگه، همونها این کارا رو کردن. خب آقا وقت شما رو من قسم میزید 4 ساعت چند شد آقا. خب قسم به آقا اجازه بدیم که نوزه بفهمید که مردم تلفن بکنن. اختیار دارین، قربون شما برم. ما که از چیم واقعا صحبت کردن با شما خسته نمیشین. منم همینجور لذت میبرم، واقعا لذت میبرم در منظرتون باشم. قربون شما، انشالله صدفت از این صحبت هم لذت میبرم، برای اینکه بالاخره همین گفتگوهاست که از توش یه مقداری میشود فید حقیقت برد. انشالله حقایق رو خود شما روشن میکنید، بنده به عقلم برسید. اختیار داره، ما که والا چیزی به عقلمون، ما در مقابل شما مثل اختیار دارید، بنده اینه که میگم اصلا تعارف هم نمی کنم. ما در مقابل شما مثل جوب میمونیم، در مقابل رودخونه. و اختیار دارید آقا، تو رو به خدا نفرمیسی بنده شرمنده میشم، شاید هم آب باریکه. اختیار دارید، ما باریکه ایم، شما رو خونه. شما فعلا آقا، شما فعلا آقا مثل یه سیلی دادید توی شیعه آخوندو میکنید. نه اختیار داره، همش با کمک شما هست، تنها نیستم، با همیم، همه با هم، همه با هم، همه با هم. قربونت برم. قربون شما برم. خیلی ممنون. روزتون خوش. شب و روز شما خوش. خدا حافظ. سلام عرض کردم. سلام دارم. سلام شما؟ شاید حسن آقا جونم. حسن آقا جونم آیی، بگو در خدمتم. شاکرتم، خوبی؟ الحمدلله. نه نه، الان از یه ساعت منتظرم 10 دقیقه رو به آقای مهران تمامش باشه صحبت کنم. نه اولا 10 دقیقه یه رو بینید 30 دقیقه است، بعدش هم خودم باهاش صحبت کردم دیگه، طول کشید. ببخشید. حالا هر چی میخوای بگی الان بگو، حالا که در خدمت. قربت برم. حسن آقا جونم.